به چی میخندی؟ هیچی، همینجوری. تو چرا میخندی؟ هیچی، همینجوری. فکر کنم ما دیوونه شدیم. من که اسمم طاهر دیوونه است، تو رو نمیدونم. منم مثل خودت دیوونه کردی. نه، تو خونت دیوونگی بوده، تقصیر من نیست. به مغز وداد شلیک کردی، احتمال داره که زندانی بشی. اومدی اینجا نشستی داری میخندی. تو منو میخندونی؟ بخند نفسم، بخند، همیشه بخند. یه جوری دلمو سرشار از امید و لجبازی میکنی که دیگه نمیترسم. ما امروز بزرگترین اسلحه وداتو ازش گرفتیم. چه اسلحه‌ای؟ ترسوندن. چند روز پیش به هم گفتی از چیزی که اتفاق نیفتاده نترس. از اون لحظه این حرف همش تو سرمه. وقتی وکیل میخواست منو بترسونه، فقط حرفای تو به یادم میافتاد. به خودم گفتم نفس نترس، دختر قوی باش. همین کارم کردم. ببین الان کنار همین، دستتو گرفتم، منتظریم تا زنگ آخر مدرسه به صدا در بیاد و من اصلا نمیترسم. من از اینا میخوام. بیا بگی. میدونین این یانگازا چی کار کردن ها؟ یانگازا خودتون تعریف کنین دیگه. دو قاشق میخوام سوپ بخورم، زود باشین. نظر به هم زنگ زد، به هم گفت جمیل اسلحه ها رو تو کشتی جاسازی کرده. بعدش هم فورا رفتیم اونجا، 10 تا صندوق بود. آره، تازه اون احمقا جبه ها رو گذاشته بودن وسط اتاق کاپیتان. خیلی خیلی تابلو بود.
اگه ما اسلحه ها رو برنمی داشتیم پلیس میومد میگفت آخه اسلحه رو کی اینجوری قاچاق میکنه. از افراد جمیل پسر چه انتظاری داری آخه؟ عقلشون همینقدر. خب یانگاز اسلحه ها رو کجا گذاشتی؟ راستش بردیم تو جنگل قایم کردیم، نخواستیم بدون اطلاع کاری بکنیم. ولی اگه بخوای به پلیس زنگ میزنیم میگیم عمو پلیس ما اینجا یه عالمه اسلحه دیدیم، بیاین همشون رو ببرین، بقیه‌اشو هم خودشون حل میکنن. ها میگم این قضیه اسلحه رو سر سفره تمومش کنیم. خب اینجا بچه‌ها اینجا. آره این مرتی که ودات رفت و بعدش مرتی که برگشت با کی هم دست شده ها؟ با جمیل. ای احمد. فقط یه چیز میگم که یادتون باشه اگه نظر نبود هممون بیچاره میشدیم، تو درد سر میافتادیم. پسر تو چرا حرفو میپیچونی؟ آخرش هم به جایی که خودت میخوای میرسونی. بگو ببینم. داداش مگه من حرف بدی زدم؟ گفتم اگه نظر نبود هممون بیچاره میشدیم، چیز بدی نگفتم که. آره نظر سلامت باشه، پایدار باشه، به مراد دلش برسه. بس دیگه پسر، تمومش کن دیگه، زهره ترکمون کردی عزیزم. ای بابا، جلوی اون ودات بیشرف رو گرفتیم. این برامون مهمه که آخرش قضیه این دادگاه چی میشه. اسما یه چیزایی به هم گفت ولی حواسم نبود، حتی یه ذرهش رو متوجه نشده. چیزی نمیشه آبجی، اون میخواد ما رو بترسونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، میخواد یه کاری بکنه که باورش کنیم، اما ما بهش اجازه این کارو نمیدیم. آره همینجوری. همینه، باید اینجوری باشه. آره عزیزم تاهی، برای اینکه جریمه نمیگم، به خدا که خیلی عاقله، ماشالله ماشالله. آره همینجوری برازنده توئه. اینم زبونش باز شد. خب من خودم آموزشش دادم، دقیقا مناسب خودم تربیتش کرد. مامانم کجا رفت؟ هم این روزا یکم عجیب شده. انشالله که خیره. چیزی شده؟ نه چیزی نشده، یعنی من که چیزی نمیدونم. خب نمیدونم، برم یه سر بهش بزنم. بیا اینجا بشین پسر عزیزم. چی میخوری؟ مامان بیا 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 تو بیا. مامان خوبی؟ چیزی شده؟ خدا رو شکر خوبم، یک کم سرم درد میکنه، دراز بکشم خوب میشم. میخوای چیزی واسط بیارم؟ نه معدم درد میگیره، دراز بکشم خوب میشم. باشه اگه چیزی میخوای به هم بگو. ممنون پسر خوشگلم، ممنون. خب دیگه من میرم. بله میشنوم. شب بخیر داداش فکر. شب تو هم بخیر. از سر فرسونم دادم. آره دیدم، ممنون. امروزی داری داداش؟ نه خیر، ممنون از شما. پسرم محمد. بله داداش فکرت. تازه یه بسته برامون اومده، تو بیمارستانه، برین تحویل بگیری. فقط خیلی درگیری پیش نیاد، بی سر و صدا باشه، و اینکه یه جوری به نظر نرسه که دزدیده شده. چشم داداش فکرت.
میشنوم داداش فکرت. پسر معلومه تو کجایی؟ هیچ خبری ازت نیست. همه چی رو به راه داداش فکرت. آروم شدی؟ هیچ کاری نمی کنی؟ میدونم که خودت از همه چی با خبری. خوبه، اگه اینطوری میگی حتما همینطوره. همینطوره دیگه. شب بخیر. شب بخیر داداش. برو بریم. آفری. ببین رفیق، این عقرب کوچیکه رو هر عددی که باشه ساعت همون قده. الان میذارمش روی عدد 8 باشه. نگاه کن ساعت چنده؟ 8. آفرین پسرم. واسه اینکه ساعت 8 دقیق باشه باید این عقربه بلندم روی 12 باشه. من الان اونو روی 1 تنظیم میکنم. دیدی که این وسط هم چند تا خط کوچیک هست. 1, 2, 3, 4, 5 واسه همین ساعت 6:05 است. ولی اون رو 1ه. ولی پسرم ببین، به خاطر اینکه 5 تا خط دقیق شمار هست میگیم 5 دقیقه. فهمیدی؟ خیلی خب، پس ما از این 5 دقیقه و 10 دقیقه میگذریم، ساعت دقیق رو کار میکنیم. من این عقرب کوچیکه رو الان میارمش میذارم روی 6. ساعت چنده؟ 6. آفرین به تو، شازده من. مامان جون، صبح زود میری مدرسه. اول دندوناتو مسواک بزن، بعدش بخواب. باشه. اما اول باید مسواک بزنی. باشه. بعدش هم باید منو ببوسی. باشه. یالا عزیزم. برو بسرم. ایگیتم، همش میخوام اینو ازت بپرسم، ولی یادم میره. اوزگیه چطوره؟ خوبه. خوبه، سلامت باشه، سلام بهش برسون. علیک سلام. گفت علیکم السلام. چی شده؟ چرا باز عصبانی شدی؟ تاهر، تو چرا اینجور چیزا رو میندازی تو دهنه یه زره بچه؟ مگه چی میشه؟ من همسن اون بودم، 3 دوست دختر داشتم. چند تا؟ 3. ولی با 2 رابطم جدی نبود. ای؟ سومیش چی شد؟ کجاش خنده داشت؟ نفس. فهمیدی؟ چیو فهمیدم؟ یعنی درست متوجه شدی؟ درست گفتی؟ چیو درست متوجه شدم؟ گفتی به من خیلی نگاه میکنی، میخوای بخوری منو. منظورم اونه، اون
خوب فهمیدی. بیا اینجا ببینم. بیا دختر بیا، نمیخورمت، فقط بغلت میکنم. دختر بیا، منو دیوونه نکن. بیا دیگه بابا. مصطفی اگه ثانیه خانم بیا چی؟ ما اینجوری تو بغل هم نبینه ها. نمیاد نمیاد، سردرد شده، خودش گفت. اگه بیاد چی؟ گفتم که نمیاد. یعنی میگی نمیاد دیگه؟ آره. بده ببینم اون لبو. ماما باله دخترم چی شده؟ من کابوس دیدم. دخترم تو کابوسی که دیدی رو من توش زندگی میکنم، تو کابوس تو. تا میخوام بیام نمیشه، بیدار نمیشم، کابوس تموم نمیشه. قربونه اون خدایی برم که تو رو بهم داده. بیا دخترم بیا، بیا وسطمون. بیا وسطمون؟ آره. آخ بالم آخ. چیه بابا چیه؟ باشه قبول، من فهمیدم چرا اینجوری میشه. آه یکی دامنمو گرفته. تو این حال و روزم باید این نفرین رو دور کنم. بغل کردنم ممنوعه آخه. مصطفی بچه ترسیده. خب ای بابا. اوی آسیم اوی. چیه مصطفی چیه؟ یالا بخواب، خدا بهت آرامش بده. بخواب دیگه. نمیخوابم. بیا تو. ببینم دندوناتو. آفرین به عشق من. شب بخیر. شب بخیر. بیا یه بوس بده ببینم. شب بخیر. شب تو هم بخیر عزیزم. شب بخیر. یالا ببینم. راجع به اون سه تا دختر حرف میزنی؟ نفس فقط 7 سالم بود، خب چی کار کنم؟ آدم تو 7 سالگی هر جور باشه، تو 70 سالگیش هم هست. انشالله. یعنی انشالله اگه خدا عمری بده منم زنده باشم. حالا الان؟ بازم با لجبازی. خب خب شب بخیر. تو خیر یعنی چی که شب بخیر؟ شب بخیر دیگه نفس. اینجوریه؟ باشه قبول، شب بخیر. میگی چیزی که عوض داره گله نداره؟ دقیقا همینطوره. نفس؟ هیچ، دلم خواست اسمتو صدا کنم. سارل بنا تنم سنده سومدن. سارل بنا یوریم korumadan. Sarıl bana gözlerim kapanmadan. Sarıl bana, sarıl da, sarıl bana, sarıl da. چی شده یانگاز؟ امشب تو هم خوابت نمیبره؟ نه خوابم نمیبره. منم منتظرم ببینم کی میخوای بهم بگی. چی رو باید بگم یانگاز؟ فاتح رفیقم، یانگاز من، با من مثل آب زلال و صاف باش. الان فهمیدم در مورد چی حرف میزنی. نه بابا قسم بخور، نگاه صورتت قرمز شد مثل تربچه. نگاهتو نمیتونی ازم قایم کنی پسر. چیزی قرار نیست بشه یانگاز. اگه بشه چی؟
اگه از من بپرسی اونم نسبت بهت حس داره. واقعا جدی میگیره؟ ببین پسر، تو باید قهرمان اون دختر باشی. مگه تو اونو از دست اون ودات عوضی نجات ندادی؟ آره دادم، ولی بعدش چیزی نشد که. نه، همونطور که گفتم قرار نیست چیزی بشه. پسر منم، همین چند روز پیش دو ازاریم افتاد. پسر یکم به دختره فکر کن، چه چیزایی که ندیده، باباش، خواهرش، چیزایی که سرش اومد، ضربه پشت ضربه، سیلی پشت سیلی. دختره اینقدر بلا سرش اومده حتی نوک دماغش رو نمیبینه. تو چه انتظاری داری؟ ببین، تو الان میگی امکان داره؟ راستشو بخوای باید این حقیقت رو قبول کنی که به اندازه من خوشتیپ نیستی، فهمیدی؟ و به اندازه من جذاب نیستی، خب. ولی اگه نظر منو بخوای تو این کمبود شوهر شانس آوردی. باشه رفیق من، وضعیتم از تو بهتره. آره، تو این مورد حق با توه. ولی من یکم در مورد حرفای تو باید فکر کنم. چیزی نیست، ولی آدم باید منتظر باشه دیگه. بیا بگیر، تو هم یک کاری کن. جمیل، نمیخوای بخوابی؟ تو برو بخواب. خیلی دوستش داری مگه نه؟ اون کله پوکو میگی؟ آره، اون کله پوکو. خیلی. بهش زنگ بزن این وقت شب. خب چه اشکالی داری؟ الان اشتباه برداشت میکنه. چی اشتباه برداشت میکنه؟ اون فکر میکنه تو اونو دوست داری. آره، این اشتباهه. نظر خودتی؟ ها، یعنی تو این وقت شب کسای دیگه هم به زنگ میزنن؟ آره کله پوک. خودتی؟ تو هم هرچی من گفتم اشتباه برداشت کن. باشه؟ باشه، از سلام. باشه. نفس یالا پاشو ببینم. ساعت چنده؟ عقرب کوچیکه 7 و بزرگه 12 رو نشون میده. پاشو ببینم. ساعتو بلدم طاهر، ممنونم ازت. تو هم همه چیزو بلدی ماشالله. یالا ببینم. یالا بیا پسرم، بیا. صبح بخیر شازده. مامانت اصلا بیدار نمیشه، چی کارش کنیم؟ هیولای قلقلکی میاد. هیولای قلقلکی دیگه چیه؟ هیولای قلقلکی داره میاد. نه هیولای قلقلکی میاد. ببین بیدار شدم، به خدا بیدار شدم.
قلقلکش بده سود کن. آفرین. آره همینطوری. قلقلکش بده. نزور دار بره باشه. آفرین به تو بسر. آره همینطوری. شاسیگه. آفرین به تو. نکنین دیگه. بسته بسته تو رو خدا بسته. اوی قربونت برم خدا جون. اصلا این صداها رو از خونمون کم نکن. بسته دیگه تو رو خدا. صبح بخیر سانی خانوم. دیشب گفتم من میخوام بخوابم، گفتم سرم درد میکنه، اما اینجا دست و سوت و بزن و برقص و بخون و اوه ماشالله. اگه بمیرم که عروسی میگیری. وای ننه جون چه وضعشه. ثانیه خانم گفتم روز بخیر، چی گفتم مگه؟ جواب صبح بخیرم اینه. تو مگه چی کار کردی که انتظار جواب داری؟ چیه مگه ثانیه خانم؟ تو هم میومدی، خب دوتا آهنگم با هم میخوندی. اگه میگی که من آهنگ ماهنگ بلد نیستم، من خودم بهت یاد میدم، نگران نباش. به اندازه یه چیزایی که تو میدونی من بلد نیستم، با من بحث نکن. آره جون خودت. تو کلبه یه درختی بلال آویزون کردن، زندگی رو واسه خودشون قشنگ کردن. اگه با من مسابقه آهنگ خوندن میدی باید یکم استعداد داشته باشی. که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه ی رند شراب خور. ترسم این قوم که بر درکشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. دوتا یانگاز یه دیوونه، مصطفام شد باباشون دیوونه. خدای بزرگ به هم بچه های خوبی داد، ولی کاش عروسای درد سرساز نمیداد. تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک رو سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. تو عمارت کاللیا عروس دیگه حرفی نمیزنه، دیگه زمونه تغییر کرده. مادر شوهر میگه و عروس قبول میکنه. صبحتون بخیر. خیر باشه مامان. صبح بخیر مصطفی. بگو عزیزم. تو به من گوش میکنی؟ آره گوش میکنم، بگو چی شده. حق با تو بوده ثانیه خانم، به من گوش میکنه. چقدرم قشنگ داره گوش میکنه. مامان مگه من چی گفتم؟ دختر چی کار میکنی سر صبحی؟ در میزنن. باز کن. از دست شما. او بابا خوش اومدید. السلام علیکم. علیک السلام. علیک السلام. صبح همگی بخیر. خوش اومدی بابا جون. صبح بخیر دختر خوشگلم. ماشاءالله. بیا بابا جون سفره حاضره، بفرما. بیا بشین. برم چای بیارم. خیلی ممنونم. بابا دخترت نگرف، بده من ببرم. درد نکنه پسرم. مهمونمون تو چه وضعیه؟ بیهوش، خوابیده داداش فکرت. چیز مهمی که نیست نه؟ نیازی به دکتر هست؟ چاقو خورده ولی خوبه، خوابیده. اونجا که زیاد سر و صدا نکردین، گفتم بی سر و صدا تمومش کنی. نه داداش. ببینم پسر، رو سربازی که منتظر پایان خدمتشه، اصلاح اینا که نکشیدین مگه نه؟ نه داداش، برده بودنش طبقه پایین، اتاق رادیولوژی. خوبه. بالا سرش منتظر بشید، وقتی بیدار شد به من خبر بدید. چشم داداش فکرت. Thank you.
نظر به نظر تو این که یه زن شب شوهرشو تنها بذاره کار درستیه؟ من زن تو نیستم و فکر نمی کنم زنی تو این دنیا باشه که انقدر پست باشه که زن تو بشه آقا وداد. تو نهایتش به زور اسلحه آدمو نگه داری، اما یه روز میرسه که یه امید متولد میشه و اون زن از دستت فرار میکنه تا بتونه ازت دور میشه. برای این که اذیتم کنی به هم توهین میکنی. خب چرا؟ چون هیچ کار دیگه ای نمیتونی بکنی. پدر تو هم در همین حده. بهت اجازه ندادم که بری. در اصل از تو باید انتظار هر چیزی رو داشت. به هر حال از کسی که حتی به باباشم خیانت میکنه باید انتظار هر چیزی رو داشت. آره عزیز دلم، رفتی و به اونا همه چی رو لو دادی و گفتی که بابا تو کشتی اونا اسلحه جاسازی کرده. آفرین. خب نتیجهش من ضرر کردم؟ نه. اما بابای بیچارت به عالم آدم قرضدار شد، اومد و به پام افتاد و مثل یه بچه گریه کرد و ازم قرض خواست. خب دامادشم باید میدادم. مرد بیچاره باز خوبه که خبر نداره. حالا یه سوال دارم نظر، خب تو این موقعیت این منم که شکست خوردم؟ تو محکوم به شکستی وداد، فقط یکم زمان میبره. زمانش مهم نیست، زمان میگذره تا شاهد از بین رفتنت بشم. به خاطر اینکه نفس بهت شلیک کرده ازش شکایت کردی، میخوای بندازیش زندان، بهش گفته طلاق بگیره. نتیجه کی شکست میخوره؟